شنوندگان عزیز، در قسمت قبل با نیروگاه بادی قدیمی آشنا شدیم، اما نیروگاه بادی جدید در راه است. ببینیم؟ خب دیگه فرخ نیروگاهمون آماده شد، حالا باید چی کار کنیم؟ معلومه دیگه، باید بفرستیم بالا. گوشتن آسان فرخ جان، اینجا همه چیز مرتبه، میتونید شروع کنید. ممنون فرید جان، ما کابلا رو الان آزاد میکنیم، آماده باشین. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. فرخ جان فقط 200 متر مونده، دارم میبرمش بالا. فرخ جان آماده باشی، نیروگاه در هوا ثابت میشه. شنیدم، کنترل با خودت. جنراتور در ارتفاع مناسبی، همونجا ثابتش کنی. باشد. تبریک بابا، این موفقیت گنده ایه. آفرین بچه ها، کارتون عالی بود. ولی جا تبریک مگمه ای ولیه ده. منم تبریک میگم، امیدوارم همگی راضی و خوشحال باشیم. مراد خنگول، داری تصویر رو امانه دسته اینا. آیا لعیسونم شفا آدم هرس داشت میگم، بزنه تو سرش شد برو دم ملاجه. باق مادر جا ما شرمنده زحمات سه برادریم، اونا واقعا فداکاری کردن و نیروگاه رو اندازی کردن. عمو شریف اومد. بگو بفرمایین تو. کو بکو یا الله شب خونه، یا الله بفرمایین تو. ما تو جلسه شورای برفخونه ایم عمو شریف. اتفاقا برای همین خدمت رسیدیم. کی شده عمو شریف؟ والا این حالی ده بالا منو مأمور کردن بیام پیش شما برای اعلام نیاز. اعلام نیاز به چی عمو شریف؟ ظاهرا شما برق مجانی تولید میکنین، اونا هم درخواست ساخت نیروگاه بادی دادن. منظورتون نیروگاه دیگه عمو شریف؟ بله همونی که شما میگین. عمو شریف، پیشنهاد شما در جلسه مطرح میشه و نتیجه اونو شما به اهالی ده بالا ابلاغ کنین. باشه قبول آقا فرهنگ. البته قبل از اون یه کار دیگه به عهده سه برادر قهرمان هست. چه کاری؟ تعمیر هواپیمای رئیس و مراد. آی گفت یادمون رفته بود. خانم برستاری، آقایون تا هفته دیگه باید بستری بدن. چشم پروفسور. شنوندگان عزیز، به خبری که همینک به دست من رسید توجه کنید. پس از موفقیت متخصصان در برفخونه برای ساخت اولین نیروگاه شناور، این بار این گروه با هوش سرشار و فعال برفخونه‌ای و با دستان پرتوان خود توانستند هواپیمای باری رئیس و مراد را تعمیر و آماده پرواز کنند. شنفتی مراد. بله لایی جونم. مراد وقتشه که دیگه فلنگو ببندیم. چی؟ کجا لایی؟ باید بپریم دیگه. سه برادر اون زحمت کشیدن و هواپیما رو راستوریز کردن، دیگه نباید بیشتر از این مزاحم اونا بشیم.
ولی لعنتونم اینجا داره خوش میگذره. تازه پرفصلم گفته که باید یه هفته دیگه هم صبر کنی. ای نادون ابله، یه هفته دیگه کارگاه سر میرسه و ما رو میبره هلافتونی. باشه هر طور که تو بخوای لعنت. حالا نقشت چیه؟ نگاه کن. کجا نگاه کنم؟ تو گوش کن خنگور، نزدیک صبح بریم سمت هواپیما و پرواز میکنیم. باشه لعنت جون. پس زود بخواب، صبح خیلی کار داریم خنگل جون. گازشو میگی لعنت جون؟ جون جونم بزن بره. گرفتم مراد جون، بزن بره. ای داد، هواپیما داره پرواز میکنه، آخه چطور ممکنه؟ بله هنوز بعضی از سیستماش رو چک نکرد. خدا رحم کنه. دوباره سال هواپیمای خودمون شده مراد جون. حالا لعنت جون دلم کیف میکنه. چی شد پر؟ چرا همه شکار افتاد؟ ای وای لعنت جون داریم سقوط میکنه. ای وای باید بپری بیرون مراد جون، عجله کن. برو بپری، بپر برو. پریدم لعنت جون. ای وای، داریم میخوریم به چرخ و فلک مرادی. نه ایچو کمکم کن. سرم داره گیج میره، احوالم بده. نه ایچون این چرخ و فلک اجا فازی میده. چی ها فاز میده؟ دارم حالا میده چرخ و فلکم مثل علکم. اخ جون، چرخ و فلکم مثل علکم. اخ چه فازی میده، نگاه کن. ای وای، اخ چه حالی میده، نگاه خیلی خوب شد چه باستان. خیلی بده. نیروی گلیز از مرکز روی مغز این دیوانه ها تاثیر گذاشته. خیلی بده. مادر جان. بده احوالم بده. اینجا کجا هستی؟ شیرین تو بیا. بله خاله. یکم اوضاع عقلیشو به هم ریخته، ولی مدتی طول میکشه تا درست بلند. امیدوارم دست گل دیگه ای به آب ندن این دوتا. ببینم من تو رو میشناسم. نه من چطور؟ من تو رو میشناسم. نه پس بیا با هم دوست بشی. باشه قبوله. اسم من رئیسه. خوشوقتم، منم مراد هستم. بازی یه قل دو قل بلد مرا. آره خیلی فاز میده آقای رئیس. مره مره مره. شامو مهمون شیرین خانوم هستی. با پیزه ای که با برق نیروگاه جدید پخته شده. آه من که خیلی گرسنم. الان سفره رو پهن میکنم. پس گوشی و گوشتلا کجایم؟ هم به خانه تموم شد، اینم نیروگاه جدید گوشت الان. آره همه پرخونه مثل برادر افتخار میکنم. یه روزم میشه که یکی به من افتخار کنه. آره من همیشه به تو افتخار میکنم. جان من راست میگی. آخ جون پس این دفعه رو استثناء نخوشت شانس. بله شنوندگان عزیز، اینم از راه اندازی نیروگاه بادی جدید. همونطور که گفتم در برفخونه هر روز باید منتظر یه پدیده جدید باشیم. شب بخیر.